معروف ومشهور الشيها هیچ دی عربی امی باشد را تبریک عرض میکنم. خداوند متعال انشاءالله ما را از امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از مشفوعین به شفاعت ایشان و از مرحومین به دعای ایشان قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. و همچنین این ایام چون مصادف هست با ایام شادمانی شیعیان به خاطر بدرک واصل شدنی بزرگترین فرعون این امت، باز هم جا دارد که خدمت شما سروران خوب خودم تبریک عرض میکنم. چون جماعت دجالیه که از ادخال بدعات در دین هیچ گونه حراس و حیایی ندارند، این ایام را نامگذاری کردند به نام هفته وحدت. دوست دارم دوستان عزیز، پیرامون وحدت و پیرامون براعت با شما دوستان خیلی خوب خودم و بینندگان گرامی صحبت بنمایم. دوستان عزیز بیننده، خب یکی از اموری که از اشد محرمات هست و اهل بیت علیهم الصلاة والسلام تأکید فراوان در حرمت آن نموده اند، آن داخل نمودن افکار و خیالات و اوهام و ایده های شخصی و یا گروهی خود در دین می باشد. دین یعنی پیغام پروردگار عالم که توسط صادق مصدق امین خدا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و برادر ایشان حضرت سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و دختر ایشان صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها و 11 امام معصوم از فرزندان آنها صلوات الله علیهم اجمعین به جهان عرضه شده. پیغام خدا، پیغام خالص خدا، پیغام ناب خدا، برنامه کامل، برنامه از برای سعادت، برنامه از برای کامروایی، برنامه از برای سرفرازی در دنیا و در آخرت. این اسمش دین است که از جانب پروردگار عالم آمده. حالا کسی این را بپندارد که این دین ناکامل هست، ناقص هست، یک چیزهایی هست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، 12 امام علیه مسلات و السلام اینها فراموش کردن، غفلت کردن، خداوند متعال غفلت کرده، من بخوام اینجا این را کامل بکنم، این یا جهل محض هست یا کفر و ائمه اطهار علیه مسلات و السلام هست. از جمله این امور دوستان عزیز، ادخال کردن قاعده وحدت در دین می باشد که همچین چیزی از ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام به ما نرسیده. آن چیزی که مسلم هست از عقاید ما هست و از اصول ما هست و هم از فروع ما هست، براءت هست، بیزاری هست. اما این که یکی بشویم، این همچین چیزی را ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام نفرمودند و این بدعتی هست از بدعتهای جماعت دجالیه و جماعت پیرو انقلاب نامیمون ایران. دوستان عزیز بیننده، خب اینجا بحث خیلی فراوان هست. ما منکر حسن جوار نیستیم. ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام تأکید بسیار بلیغی داشته اند بر حسن جوار و حسن همزیستی، حتی با یهود و نصارا، حتی با کفار و مشرکین. اون زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مکرمه تشریف فرما بودند و مکه مکرمه منور بود به حضور ایشان صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان در نهایت حسن اخلاق و در نهایت حسن جواب حتی با مشرکین بت پرست زیست می نمودن و ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام هم سیرهشان این بوده. ما منکر این نیستیم، اما
آن چیزی که جماعت دجالیه بر آن اصرار دارند این هست که علماء شیعه و مبلغین شیعه از تبلیغ عقاید حقه دست بردارن، از اظهار براءت دست بردارن، از ارشاد مردم دست بردارن، به خاطر اینکه بد جماعت عمریه و علمای عمریه نیاید. و اسم این را وحدت گذاشتن. اولا دوستان عزیز، اگر منظور جماعت دجالیه حسن جوار هست، حسن همزیستی است، کلمه وحدت را استفاده نکنید. مطلبتان را واضح بگید. ما حسن جوار میخواییم و ما با شما مخالفتی در این امر نداریم. حسن همزیستی، حسن جوار، و این مخصوص عمری ها نیست. این حتی با یهود و نصارا، با روسی و چینی و ژاپنی و امریکایی هم هست. با همه مردم انسان باید با خوبی زندگی بکند و این مخصوص عمری ها نیست. حسن جوار برای همگی هست. اگر منظورتان از وحدت حسن همزیستی و حسن جوار و حسن همسایگی می باشد، این را عنوان وحدت بش. وحدت یعنی یکی شدن. وحدت یعنی ظاهر مردم، باطن مردم، اعمال مردم، عقاید مردم یکی بشود. این کلمه را استفاده نکنید. اگر واقعا شما ریگی در کفش ندارید و نیت بدی ندارید، شما این را استفاده نکنید. وحدت بگید حسن جوار، و حسن جوار مخصوص عمری ها نیست، برای همگی باید باشه. و این چیزی است که ما تأیید میکنیم و ما بر آن تصریح میکنیم که شیعیان باید حسن جوار داشته باشند. و ما همواره گفتیم که جماعت عمریه، بکریه، غیر اینها مال و جانشان طبق مشهور فقهای شیعه محترم هستند، آبرویشان محترم هست. اما در عین حال ما براءت، اظهار براءت و اظهار بیزاری نمودن نه تنها از فروع دین ما هست، از اصول عقاید ما هست. ما از اون بر نمی داریم به خاطر یک بدعتی که شما وارد دین کرده اید. حسن همجواری در جای خودش. اون زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بین مشرکین بود دوستان عزیز در مکه، حسن همجواری داشت، اما در عین حال اظهار براءت از لات و عزا و بت‌های اهل مکه داشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ما همزمان با این که با جماعت عمریه، جماعت‌های دیگر، ادیان دیگر می‌خوایم با حسن جوار زندگی بکنیم، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم، در عین حال این حق ما هست، هم حق شرعی ما و هم حق عرفی ما و هم حق عقلی ما و هم حق فطری ما که ما با صراحت لهجه عقاید باطله جماعت عمریه و بکریه را به نقد بکشیم، همون دوری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکین انجام میدادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بهانه این که حالا حسن جوار ایشان با مشرکین به هم میخورد، یک روزی نشد که تذبذب به خرج بدهند که بگویند لات و عزا خدا نیستند، اینها باطلن، اصلا هیچ فایده ای ندارند، هیچ کاری انجام نمیدانند، یک مگس را نمیتوان از خود پر بزنند، از یک مگس را نمیتوان از خود دور بکنند بپرانند. همین طور دوستان عزیز، لات و عزای این امت را و اظهار براءت از آن که ها کردن، بالخصوص در این عصر که عده سعی میکنن که محبت اینها را در قلوب مردم وارد بکنن، بالخصوص که ارشاد جماعت عمریه و بکریه و انهای عذر آنها و دعوت جوانان آنها به مذهب ما و دعوت مفکرین آنها و تحصیل یافته های آنها به مذهب ما مبتنی بر این امر که اینها ابو بکر و عمر را بشناسند، در این حالی که ما با حسن جوار با آنها زندگی میکنیم، این حق ما است که با لسان علمی اظهار براءت بکنیم و ادله فسق و فجور آنها و کار کرده های اینها را برای مردم بیان بکنیم. و کسی از ما نباید توقع بکند که ما از این فساق و فجار که اساس ظلم بر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام را ریختن، از اینها با تکریم و تعظیم اسم ببریم. به نام چی؟ به نام وحدت. اصلا وحدت، یکی شدن و یکی کردن مردم از لحاظ عقایده و عمل، غیر از این که اهل باطل شیعه بشون، اگر منظورشان این، اسمش را وحدت نگذارن، اسمش را بگذارن دعوت اهل باطل به مذهب حقه، و این وحدت، این وحدت درسته. و این همان چیزیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن کریم فرموده و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این همینه که عقیده و عمل مردم یکی باشد، به
به پرتو و تحت هدایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. اگر منظورشان این، اما اگر منظورشان اینه که عقیده مردم یکی بشود که شیعیان بله از براءت دست بردارن، از این یعنی دست برداشتن از دین از مذهب، و این را ما رد میکنیم و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام قطعا این را اجازه نفرمودند و شیعیان الحمدلله رب العالمین این را خوب میدانند. لذا دوستان عزیز بار دیگر تاکید میکنم که همان طوری که مذهب عمریه و مذهب جماعت فرقه پیرو صحابه، مذهب اینها از اکذب مذاهب در عالم هست و اینها هیچ گونه توجیه شرعی و هیچ گونه دفاع درستی برای عقاید خود ندارند، و این برای شما دوستان عزیز خیلی واضح روشن شده. همینطور جماعت دجالیه اون بدعتهایی را که اینها وارد دین کردند، مانند اصل انقلاب، مانند اصل ولایت فقیه، مانند اصل مبارزه با استکبار، مانند اصل وحدت با جماعت عمریه، اینها فاقد دلیل شرعی می باشد و اصلا نه معنای محصلی دارد و نه مصداقی در خارج برای این وحدت اینها، با اینکه اینها پولهای خیلی زیاد برای این شعار بی مفهوم خود خرج می کنند، هیچ مصداقی در خارج هم شما نمی توانید به آن اشاره بکنید. خب دوستان عزیز، آنچی که از اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به ما رسیده اظهار براءت هست و اعتقاد به براءت هست، تبری از اعدای اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، و این اصلی از اصول شیعه هست که در مقام عقیده دوستان عزیز از اصول عقاید هست و در مقام عمل از فروع دین هست، و این نکته خیلی مهمی هست که باید بدانید که بیزاری و دشمن داشتن و نفرت داشتن از دشمنان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام در مقام عقیده بله از اصول عقاید هست، و در مقام عمل چون بیزاری یک بار با قلب هست، با عقیده هست، یک وقتی با لسان هست، یک وقتی با کتابت هست، یک وقتی با شعار هست، یک وقتی با تبلیغ هست، در آنجا از فروع دین می باشد. در بیان این مهم دوستان عزیز، مطالبی را خدمت شما دوستان محترم خود به عرض می رسانم که لازم هست بشنوید و انشاءالله و گوش بکنید و انشاءالله العزیز امیدواریم همگی استفاده ببریم. بار دیگر تأکید میکنم که این چیزی که اینها جماعت دجالی میگوین وحدت، این هیچ گونه دلیل شرعی ندارد. بر اینها لازم هست که بله فرمایشات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام را در این راستا برای ما ذکر بکنند. میگن منظور ما حسن جوار هست. خب حسن جوار بگویید، چرا وحدت میگویید؟ چرا یک عنوانی که دلالت بر اون معنا ندارد او را استفاده میکنید؟ مثلا من یک کلمه را استفاده بکنم و این کلمه معنایش یک چیز دیگر بشه، منظورم بگم یک چیز دیگری که اصلا معنای این کلمه، خب این کار اشتباهیه و عمل شما عملا ثابت میکند که منظور شما حسن جوار نیست، منظور شما چیزهای دیگری هست. شما که وقتی علمای شیعه را مجبور میکنید، از اونها تعهد میگیرید که هرگاه عمر را ذکر کردن در اصفهان در تهران به او رضیه فلان بگویند، از عایشه فاسقه ام الخبائث هر وقت ذکر کردن به او ام بله اون کلمه دیگر ام الفاسقین را ذکر بکنند و بگویند و حق ندارن متائن اینها را از منبرها بیان بکنند، و اگر شبکه ای از شبکه ها بیان بکند او مورد غضب شما قرار میگیرد، خب معلومه که اینجا هدف شما حد و الا در اصفهان عمری نیست که اونجا بله یک کسی آمده در اصفهان میخواد منبر بره، در مشهد میخواد منبر بره، در تهران میخواد منبر بره، در قم میخواد منبر بره، در اونجا عمری وجود نداره که اونجا حسن جوار به هم بخورد، که اونجا حسن هم اونجا لازمه. بالعکس رسول خدا عرض کردم صلی الله علیه و آله و سلم در بین مشرکین زندگی میکرد، در عین حالی که بر حسن جوار تاکید داشت، در عین حال ابطال آلهه اونها نه خلفای اونها، ابطال و باطل کردن خدایان اونها را شبانه روز انجام میداد. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مگر حسن جوار بلد نبود؟ خب دوستان عزیز، حالا برگردیم به براءت. دوستان عزیز، بر براءت این که از اصول عقاید شیعه هست و از بله و
از واجبات در مذهب ما هست، خب این مطلب مسلم هست، خیلی واضح و آشکار هست. دوستان عزیز، این کتاب که در دست من هست کتاب شریف اصول کافی هست. بعضی از این روایات را خدمت شما از این کتاب مبارک و مقدس نشان میدهم. کتاب شریف اصول کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، طبع دارالتعارف، چاپ بله دارالتعارف، چاپ سالش هم ننوشته. ای کاش این کتاب را بدون این تعلیقات این محشی این کتاب چاپ میکردن. این تعلیقات و حواشی اینها چقدر خراب کرده این کتاب شریف. دوستان عزیز، خب اینجا ابواب خیلی زیادیه، انسان بگردد مطالب را پیدا میکند. مثلا در این باب کتاب الایمان و الکفر، این عذر میخوام، این مجلد دوم رو من گرفتم، من جلد اولش رو ببخشید، این جلد اول این کتاب شریف اصول کافی، اینجا بین صفحه 235 کتاب الحجه. جلد یک صفحه 235، معرفت الامام و الرد علیه، شناخت امام که چرا شناختن ائمه علیهم الصلاه و السلام لازم هست، و الرد علیه، و این که یک مطلب را انسان مطالب زندگی خود را باید برگرداند بر ائمه علیهم الصلاه، برگرداند تا آنها بله شما چی کار بکنید چی کار نکنید، صاحب اختیار شما کی هست؟ ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام. ملاحظه بفرمایید از وجود مبارک حضرت امام باقر علوم النبیین علیه الصلاة و السلام، انما یعبد الله همن یعرف الله فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هاکذا ضلالا. فرمودن امام باقر علیه الصلاة و السلام، عبادت خدا بدون معرفت ما امکان پذیر نیست. عبادت پروردگار عالم و اطاعت پروردگار عالم بدون شناخت ما و ایمان به ما امکان ندارد. بله، و کسی که ما را نمیشناسد خداوند متعال را فکر میکند که عبادت میکند، او در حال گمراهی هست. بله، به زعم خود به فکر خود اطاعت پروردگار عالم میکند، در حالی که از او هیچ اطاعتی واقع نمیشود. من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، خلقت الجنه لمن عطاءه و ان عصانی، وخلقت النار لمن عصاه وان اطاعني. چون بله اطاعت کسانی که ائمه اطهار علیهم الصلاه والسلام را نمیشناسند و ایمان به آنها ندارند فقط اطاعت سوری ظاهری است، در حقیقتش هیچ ارزش بندازی یک ذره سوزن ندارد، همش گمراهی. قلت جعلت فداك فما معرفت الله، اون معرفت خدا چیست؟ فامام علیه السلام فرمودن خدا را کسی عبادت میکند که خدا را بشناسد. بله، و کسی که خدا را نمیشناسد او گمراه است. خب من این را نتیجه اش را زودتر ذکر کردم. راوی پرسید که من معرفت پروردگار عالم چیست؟ قال تصدیق الله عز و جل و تصدیق رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، تصدیق پروردگار عالم، تصدیق خدا، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و موالات علی علیه السلام، و این که انسان امیر المؤمنین علیه السلام را اولا و صاحب اختیار خود بداند، او را آقا و سرور خود بداند و با او محبت بورزد با این عنوان، و الایتمام بهی، و این که انسان به امامت آنها اقتدا بکند و احتدا بورزد، پیروی از اونها بکند، و بالائمه و بائمه الهدى علیهم السلام، و با و اعتمام بورزد به ائمه اطهار علیهم السلام، و البراءه الى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. و بعد شرط دیگر معرفت پروردگار عالم، براءت از اعدای ائمه، اعدا یعنی دشمنان، براءت یعنی بیزاری. دوستان عزیز، بیزاری، بیزاری یعنی یک چیزی که کریهه انسان از او خودش را دور بکنه، این معنای براءت اینه، یک چیزی که
کریهه، یک چیزی که مایه تنفر هست، از او شما خودتان را دور بکنید، از او بیزار باشید و از او بله. این براءت هست، براءت نمودن از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. این اصل عقیده. این چی گفت امام علیه السلام؟ این فرمود معرفت پروردگار عالم، الله اکبر، الله اکبر. خب این کلمات ائمه اطهار علیهم السلام یک نورانیتی داره دوستان عزیز، که هم برای انسانهای عالم به درجه اول، فقهای درجه اول، برای اینها نور هست، و هم برای عوام. ببین امام باقر علوم النبیین علیه السلام معرفت پروردگار عالم را مبتنی دانست و مشروط دانست به چی چیزی؟ به بیزاری از دشمنان اهل بیت علیهم السلام، که انسان بیزار باشه. شما چطور بیزار هستین؟ از یک کسی که مثلا فرزند شما را کشته باشه، پدر شما را کشته باشه، اهل بیت شما را کشته باشه، چقدر بیزار هستین؟ از اون باید بیشتر بیزار باشید، دشمن باشید، بیزار، نفرت شدید داشته باشید. از کی؟ از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. اینطوری یک کسی پدر شما را علیه بالله کشته، مادر شما را کشته، خواهر شما را کشته، فرزند کوچک شما را کشته، مال شما را گرفته، شما را هم یک مدت زیادی کتک زده، مثلا ذلیل کرده، لباس مثلا لباسات را کشیده و وسط بازار شما را مثلا مسخره کرده، اینطوری چقدر ظلم بر شما کرده، از اون شخص شما چقدر بدتان میاد، با تمام وجودت از اون نفرت داری. اینطوری باید بیزار باشی از دشمنان رسول خدا، از دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام، از دشمنان اهل بیت علیه السلام. روایت بعدی را در همین باب ببینید. باز روایت هست از حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام: اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبت على جميع الخلق. زراره میگوید پرسیدم از امام باقر علیه السلام آیا معرفت امام از اهل بیت علیه السلام بر همگی واجب هست؟ رسول امام علیه السلام فرمودن که آنچه که واجب هست بر خلائق معرفت خدا و معرفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، و وقتی که معرفت خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دست کسی آمد، اون وقت میفهمد که معرفت ما واجب هست، و بدون معرفت ما اصلا امکان ندارد اتباع از دین خدا. خب این قسمتش واضح و روشن، ترجمه نمی کنم. امام علیه راوی پرسید فما تقول في من يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما انزل الله يجب على هؤلاء حق معرفتكم. زراره گفت پرسیدم ما خب در بین عمری ها زندگی میکنیم، اینا میگن ما خدا را قبول داریم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را قبول داریم، آیا بر اینها لازم و واجب هست که شما را بشناسن و به شما ایمان بیارن، به ائمه علیهم السلام ایمان بیارن؟ فرمود امام علیه السلام نعم علیس هؤلاء یعرفون فلانا و فلانا. امام علیه السلام فرمودن که بله، آیا این جماعت فلانی و فلانی را، چون در اون زمان تقیه بوده یا در زمانهای بعدی تقیه بوده، و روات اسامی اون خلفا را از ترس ذکر نمی کردن، فلانی و فلانی، و منظور اولی و دومی است، آیا اونها را به اونها ایمان و عقیده ندارند؟ عرض کردم که بله عقیده دارن. قلت بله. قال اترى ان الله هو الذي اوقع في قلوبهم معرفه هؤلاء. امام علیه السلام فرمودن که آیا تو فکر میکنی که خداوند متعال در قلوب این مردم ایمان و محبت اون غاصب اول و غاصب دوم را خداوند انداخته؟ والله ما اوقع ذلك في قلوبهم الا الشيطان. امام علیه السلام فرمودن که این ایمان به غاصب اول و غاصب دوم، بله، راه خداوند در قلب اونها ننداخته، این ایمان و این محبت و این احترام برای غاصب اول و غاصب دوم، دو قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها و دو مکذب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و دو غاصب حق امیر المؤمنین علیه السلام، دو بی حیا، این را بله شیطان در قلب اینها جا داده، شیطان اینها را گمراه کرده. لا والله ما الهم المؤمنين حقنا الا الله عز وجل. و بعد امام باقر علیه السلام فرمودن همون طوری که در قلب اونها اون احترام به
اون دو غاصب اون دو ملعون را شیطان داخل کرده، همینطور معرفت ما، محبت به ما، ایمان به ما، ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام را در قلوب مؤمنین، این از جانب پروردگار عالم، این نورانی هست، این برکت، این را خداوند متعال در قلوب شما قرار داده. خیلی خوب. در کتاب شریف کافی، دوستان عزیز این روایت را ملاحظه بفرمایید، در مجلد دوم، حالا روایات خیلی زیاده در کافی، در بقیه کتاب ها، بله، این کتاب شریف اصول کافی مجلد دوم، طبع دار التعارف، مجلد دوم جزء ثانی، در اینجا در باب دعا، کتاب الایمان والکفر، باب دعائم الدین، کتاب الایمان والکفر من الکافی، بله، در اینجا باب اصول دین، ارکان دین، دعائم الاسلام، باب دعائم اسلام، در اینجا این روایت دوم را صفحه 22 هست، ملاحظه بفرمایید. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یوسف ابن عبد الرحمن عن اجلان عن ابی صالح قال قلت لابی عبد الله علیه الصلاه والسلام، گفتم، عرض کردم خدمت حضرت امام صادق علیه السلام، اوقفنی علی حدود الایمان، مرا بر حدهای ایمان، مرزهای ایمان، بله، آشنا بسازید، که مرزهای ایمان که اگر از این مرزها انسان عبور بکنه خارج بشود مؤمن نیست، داخل این مرزها بود مؤمن هست، اینها مرا آشنا بفرمایید. فقال شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، شهادت لا اله الا الله و شهادت که حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، والاقرار به، والاقرار بما جاء به من عند الله، و اقرار اون چیزهایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدا آورده، اقرار کردن به همه اونها، بله، هر چیزی که آورده، قرآن را آورده، امامت 12 امام را آورده، به مردم تبلیغ کرده، نماز، روزه، همه چیزی که آورده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آدم باید اقرار کنه. و صلات الخمس و بله و صلات الخمس و پنج وقت نماز خواندن و اداء الزکات و صوم شهر رمضان و ادا کردن زکات و ماه رمضان روزه بگیره و حج البیت خانه خدا حج بره و ولایت ولینا و عداوت عدونا و الدخول مع الصادقین و ولایت ولینا، اون کسی که با ما خوب هست، بله، با او انسان باید نزدیک باشه، او را اولای به خود بدانه، ولایت با ف با کسره به معنای دوستی، ولایت با فتحه به معنای حق حاکمیت، ولایت اینجا با کسره باید خوانده بشه، ولایت ولینا، با دوستان ما دوست و با دشمنان ما دشمن باشه، و دخول مع الصادقین، با ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام باشد در همه مراحل زندگی. خب این دشمنی با دشمنان اهل بیت علیهم الصلاة والسلام از اوجب واجبات، از لا لا بله از لازم ترین امور در دین شیعه و مذهب شیعه. دوستان عزیز، روایات الا ماشاءالله در این باب خیلی زیاده، من یک روایت دیگر خدمت شما بخوانم، یکی دو روایت دیگر از روضه کافی بخوانم، باز اگر مطمئن برمیگردم به اصول کافی و روایات دیگر. این کتاب شریف شرح اصول روضه کافی هست، به شرح مله صالح مازندرانی، شرح اصول کافی، تألیف مله صالح مازندرانی، جزء ثانی عشر، بله، چاپ سال 1429. در این کتاب دوستان از صفحه 33 اگر ما مراجعه بکنیم، بله، صفحه 33 روایت هست از کمیت ابن زید اسدی، کمیت را میدانید، کمیتی که شاعر بود، کمیتی که شاعر سید الشهدا و بقیه شهدا از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام در تاریخ اسلام و در تاریخ تشیع مانند ستاره می درخشد و مرد خیلی جلیل القدری بودند ایشان و امام رضا علیه الصلاة والسلام، بقیه ائمه علیهم الصلاة والسلام ایشان را تکریم نمودند و ایشان را به خاطر این که ایشان کارش چی بود، مداحی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام.
در آن زمانی که تقیه خیلی شدید بود، در آن زمانی که مردم شهید می شدند به خاطر چه؟ به خاطر اقرار به حق امیر المؤمنین علیه السلام. و عرب همواره به شعر خوب زیاد ارج می نهادند از زمان قدیم، و شعر خوب و شاعر خوب مانند یک رسانه بود در آن زمان، یعنی ارزشش مردم گوش می کردن، حفظ می کردن، نقل می شد. و وقتی یک شاعر متبحر، یک شاعر چیره‌دست، شبان روز کارش چی بود؟ بله، بیان نمودن مناقب اهل بیت علیهم السلام. این یک رسانه بود. لذا ائمه اطهار علیهم السلام از کمیت تشکر نمودند و امام رضا علیه السلام به ایشان صله دادند، پیرهن شریف و مقدس و مبارکشان را به کمیت عطا فرمودند و قصاید کمیت در این باب زیاد است، شاید شنیده باشید. بله، امام باقر کمیت گفت، وارد شدن بر امام باقر علیه السلام، فرمود والله یا کمیت لو کان عندنا مال لعطیناک منه ولكن لك ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لحسان ابن ثابت لن يزال معك روح القدس ما ذببت عنا. امام باقر علیه السلام فرمودند که اگر من مال دنیا می داشتم به تو می دادم، دست ما تنگ است، جانم فدای حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام می دادم، اما من به تو یک بشارتی می دهم، تا زمانی که تو کمید، همون قولی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حسان ابن ثابت انصاری فرمودند و فرمودند یا ای حسان، تا زمانی که مادامی که تو از ما اهل بیت علیهم السلام با لسانت دفاع میکنی، روح القدس ملائکه الهی با تو هستند و این ملائکه به تو مطلب القا میکنند، این ملائکه به تو مطلب القا میکنند و تو جای شرمنده نمیشوی، تو جای وامانده نمیشوی، ملائکه به تو حمایت میکنند از تو هما. بله، چون تو بله چی کار میکنی؟ تو مدح ما را بیان میکنی. و این حسان ابن ثابت در اوائل بله با اهل بیت علیهم السلام بود. بعد از این که خلافت غصب شد، دیگر از اهل بیت علیهم السلام برگشت و با بله غاصبین حق امیر المؤمنین علیه السلام شد که خداوند متعال بر او لعناتش را نازل بفرماید. ولذا کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشروط بیان شد به حسان، گفتند که بله مادامی که تو از ما دفاع میکنی، روح القدس با تو هست، روح القدس از اعظم ملائکه پروردگار عالم است. خیلی خوب دوستان عزیز، و این دوستان عزیز برای شاید این قاعده عام باشد برای تمام کسانی که بخوان خالصانه از اهل بیت علیهم السلام دفاع بکنن. و دوستان عزیز، هر جایی که انسان بخواد خالصانه از اهل بیت علیهم السلام دفاع بکنن، به شرط اینکه انسان مرتکب گناه زیاد نشود، بله در کلام او برکت دیده می شود، در کلام او نور دیده می شود، در کلام او آرامش قلب ها دیده می شود. این یک تأیید الهی هست برای خدام حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، این یک تأیید هست از جانب صاحب الزمان علیه السلام برای نوکرانش. بله والله، بله فرمودن همون قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان. کمیت عرض کردم اخبرنی عن الرجلین، عرض کردم خدمت امام باقر علوم النبیین علیه السلام که به من خبر بدهید مولای من از اون دو غاصب، اولی و دومی، لعنت الله علیهم. عرض کردم براءت یعنی این. دوستان عزیز، شما یک کسی پدر شما، برادر شما را بکشه، چقدر از او نفرت میکنی؟ یک کسی مادر شما را بزند، چقدر از او بدت میاد؟ میخواد با تمام وجود این، از این باید 1,000,000,000 مرتبه بیشتر اون کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را تکذیب کرد. صدیقه طاهره سلام الله علیها میراث خود را خواستن، بله ایشان را متهم به دروغگویی کرد. این ملعون کافر، این ملعون کافر آتش آوردن. دیگر خودتان می دانید که من چه ارز کنم. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمودن صبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجر. به من خیلی روزگار سخت اینها گذرانیدن،
من سالهای سال آنچنان در درد بودم، در ناله بودم، در چشم من گوی خار رفته. درد چشم دوستان عزیز به مراتب شدیدتر از درد دندان. سالهای سال اینقدر ناراحت، اینقدر درد، بله ناراحت بودم از دست این دو ملعون، گویا در چشم من خار رفته و در حلق من استخوان گیر کرد. حالا جماعت دجالیه باز این حرف مزخرف هرز پیش پا افته که امیر المومین علیه السلام از حق خود گذشتن. چرا دروغ میگید؟ کجا گذشتن امیر المومین علیه السلام از حق خود؟ مثلا من از حق خود بگذرم یعنی ببخشم به شما بدم راضی بشم. امیر المومین علیه السلام هیچ وقت این کار را نکرد. این تهمت به حضرت سید المسلمین امیر المومین علیه السلام. امیر المومین علیه السلام به خاطر اینکه یار یاور نداشتن با شمشیر نکشیدن، اما نه اینکه از حق خود گذشته باشه. و هیچ وقت ساکت هم نشدن امیر المؤمنین علیه السلام، فقط جهاد نکردن. اگر یاد بله روایات خیلی زیاد برایتان نشان دادم، اگر یار یاور می داشتن شمشیر می کشیدن اونها را به جهنم واصل می کردن. بله جماعت دجالی می خواهد عقاید شیعیان را خراب بکنه. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله فقط عقاید خود را خراب کردن، شکر خدا. عقاید شیعیان الحمد لله رب العالمین به برکت نور صاحب الزمان علیه السلام، به برکت نور امیر المؤمنین علیه السلام، که شیعیان وقتی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را میشنوند بله خودشان میبینند که قلبشان چقدر نورانی میشه، و از اون طرف وقتی قبایح ابوبکر و عمر را میشنوند چقدر قلب اینها نورانی میشه، چقدر شکر خدا را به جا میآورند. مانند نماز خواندن، آدم نماز میخونه احساس نورانیت نمیکنه، از اون خیلی بیشتر در ذکر اهل بیت علیهم السلام و در بیان مناقب بیان مناقب اهل بیت علیهم السلام نورانیت، و در بیان مطائن غاصبین حق اونها نورانیت است. خب الحمدلله این یک نور خدادادیه که شما جماعت دجالیه با اون بله صورت کریهتان هرچی بخواد پف بکنید فقط بله خودتان را روسیاه میکنید. این نور خدایی را با پف کردن نمیتونید خاموش میکنید. پرسیدم و کمیت میکنید که مولای من به من بگو که این دو نفر ظالم حکم اینها چی بود؟ اون زمان خیلی تقیه شدید بود، شبکه اهل بیت علیهم السلام که اون زمان که نبود که برای مردم علنا عقاید خوب بیان بشه. بله مردم میترسیدن، شیعیان میترسیدن. حجاج ابن یوسف در زمان حضرت امام صادق علیه السلام، در زمان حضرت باقر علیه السلام، در همین زمان، در زمان حضرت زین العابدین علیه السلام، مثلا کارش کشتنه بله کسانی بود که امیر المومنین علیه السلام را دوست داشتن، دوست داشتن فقط به این حب. روایتش معروفه که گفت که من میخواهم که بله بین اطرافیان خود میخواهم امروز یک کار خیلی خوبی بکنم. و اطرافیان خود گفت میخواهم قرب خدا را بشم. چیکار میخواهی؟ یک کسی که امیر المومنین علیه السلام را خیلی دوست داره او را برام پیدا بکنم که او را بکشم. گفتن قنبر غلام امیر المومنین علیه السلام، اونم پیرمرد، آوردن این پیرمرد. حالا ایام ایام فرح است و الا برایتان میگفتم دوستان عزیز. خلاصه در اون زمان تقیه خیلی شدید بود، کسی نمیتونست که روایت اگر نقل نمیکردن دوستان عزیز از امیر المؤمنین علیه السلام، یک روایتی در اون زمان حضرت امام باقر علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام، نمیتونستن بگوین که امیر المؤمنین علیه السلام اینطوری گفته، اسم حضرت رو نمیتونستن، میگفتن ابو زینب فرموده، ابو زینب این چنین گفته، تا کسی متوجه نشود ابو زینب نشناسد. ابو زینب یعنی کی؟ پدر زینب، خب حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله. پرسیدم که درباره اون دو ملعون به من بفرمایید. آقا دوستان عزیز این شیعیان خوب گوش بکنید تا بله یاد بگیرید انشاءالله تا عقاید شما را این جماعت خراب نکنند. و این آخوندهای حقوق بگیر جماعت دجالیه که در جمع کران، در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، در حرم حضرت ثامن الحجاج امام رضا علیه السلام منبر میره و بله انشاءالله خداوند متعال از اینا بازخواست میکنه. امام صاحب الزمان علیه السلام تشریف میارن بازخواست میشه همه اینا در همین دنیا، هر لحظهش بازخواست، هر لحظهش بازخواست هست باطنی دوستان عزیز. خب این را خودتان اگر یک کمی دقت بکنید در اعمالتان میبینید هر لحظهش بازخواست،
خوبم میکنی، به خودت میکنی بد هم میکنی، فورا فورا اثرش هست. و اون علمایی که اینچنین در دین بدعت ها وارد میکنند، حالا بله اگر شیطان اونها را گول زده باشه که خب خودشان نخواهند ببینن، اون حرف دیگر. هر لحظه حساب، حالا اون زمانی که صاحب الزمان علیه السلام ظهور بکنه، اون زمان هم حسابه، شب اول قبر هم حسابه، روز قیامت هم حسابه، بله. و مواقف قیامت یکی هم که نیست، مواقف خیلی زیاده، 50,000 ساله، هر جایش حسابه، حساب خیلی زیاد، بار بار باید حساب بدی. جانم فدای نام امیر المؤمنین علیه السلام که سفینه النجات هستن. سفینه النجات، دیگر کسی که دستش به دامن حیدر صفدر سلام الله علیه رسید، دیگر حساب از حساب چی باقی؟ حساب چی باقی؟ حساب. من خدا شاهد روز قیامت این را خواهید دید دوستان عزیز، از مواقف قیامت که برسید فقط همین قدر بگید حیدر حیدر حیدر، همین که ملائکه بشناسن که تو نام امیر المؤمنین علیه السلام بر زبان توست، به احترام امیر المؤمنین علیه السلام. کارش نگیرید، کارش نگیرید که او شیعه مولا امیر المؤمنین علیه السلام، بگذارید تشریف بیاره، نه حساب نه کتاب، فقط بخواد احترام کی، به احترام نام نامی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. دیگه جان نداره آدم که برای امیر المؤمنین علیه السلام جان بده، جان بدهد، این جان ناقابل چیه؟ و اون دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام را آدم یک کمی فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام اللهم انصر من نصره، نگفت مگر این نصرت امیر المؤمنین علیه السلام، اگر این نیست که قاسبین حق او را، آدم حقیقت را بگم، نمیگم دروغ ببندید به این ملعون کافر ابن سحاق معبون، همو حقیقتش حد دقه، اون حقایق را که پنهان کردن آدم بگویه، این بهترین عبادت نیست؟ بله. پرسیدم کمیت میگوید از مولای ما حضرت باقر علوم النبیین علیه السلام از این دو ملعون، فرمودن قال فأخذ الوسادة فكسرها في صدره. حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام متکا بود، اونجا متکا را گرفتن، یعنی بالشو گرفتن روی سینهشون، اینجوری ته کردن روی سینهشون، در یعنی در سینهشون بالش بود، تکیه متکای کوچیکی در بالشون، او را دلا کردن. فرمودن والله، این قسم مال کیه؟ مال امام باقر علوم النبیین علیه السلام، یا کمیت ما احریق محجمت من دم، محجمه وقتی که انسان حجامت میکنه، حجامت اینه دوستان عزیز که شما پیش سابقا زیاد بود و الان هم هست در کشورهای اسلامی هست، بعضی جا حجامت میکنن، اینه که آدم پیش طبیب میره، طبیب مثلا رگ میگیره از پشت انسان، از اونا بلدن از سر آدم، و اون رگ را میزنه، مقدار خونه که ناخالص خارج میشود، و این بسیار خوبه برای چی؟ برای صحت انسان، که اون ناخالصی ها از بدن انسان بیرون میرود. بله. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم حجامت میکردن، حجامت میکردن. بله. و این ثواب هم داره، سنت ائمه اطهار علیهم السلام. محجمه اون مقدار خونی هست که با یک حجامت خارج می شود، یا ظرف اون حجامه، ظرف اون کسی که حجامت میکنه، عموما یک کاسه کوچیکی، اون وقتی که خون میگیرن مثلا میکشن کاسه، یک کاسه کوچیکه، یک مشت خون مثلا، شما که خون میگیرن اینطوری نیست که خون زیاد بگیره، شما طبیب خون کمی میگیرن، حالا فرض بکنید یک مشت خون میشه، دو مشت خون میشه، زیاد از اون بیشتر خون نمیاد بیرون. فرمود امام علیه السلام والله، به خدا قسم ای کمیت، ما احریق محجمت من دم، ریخته نشده محجمه از خون، محجمه از خون چقدر؟ عرض کردم یک مشت دو مشت، ریخته یک مقدار کمی خون ریخته نشده. خب ولا اخذ مال من غیر حل، و هیچ مالی بناحق گرفته نشده،
خون ناحق و مال ناحق. مال ناحق چیه؟ مثلا شما لباس یک کسی را علیاذ بالله به دغل و به ناروا گرفتید، خیانت کردید علیاذ بالله، یک کسی شما را گرفت، گرفته نشد. در تاریخ اسلام هیچ بل درهم دیناری به ناحق گرفته نشده. ولا قلب حجر عن حجر، و هیچ سنگی از سنگی زیر رو نشده. یعنی یک سنگ یک جایی باشد و یک سنگ دیگر رویو باشد، این زیر رو بشه. یعنی اعمال باطله که خیلی کوچیکه، اعمال باطلی، غصب در مال مردم، نگاه کردن به ناموس مردم، فرض بکنید به یک کسی حرف بد زدن، نیش زدن، کینه زدن، همه اینا گناه در عالم خیلی زیاد واقع میشه، اعمال بد زیاد واقع میشه. بعضی از اعمال به نظر ما و شما پیش پا افتاده است، کم مقدارش، بعضیش زیاده. مثلا یک وقتی میبینی که خبر میرسه که در فلانی بانک ایران 1 میلیارد دلار ماشاءالله دزدی شده. خب چطور مثلا یک وزیر یا یک رئیس یا یک کسی آمده این مقدار را حالا خیانت کرده؟ ما نمیدانیم. حالا یک وقت خبر میرسه که پسر فلان روحانی، حالا میگوین اینجوری الله اعلم که یک کامیون طلا، خشت طلا مثلا از ایران خارج کرد. پسر فلان دجال یک دسته مثلا اینجوری، الله اعلم، حالا زیاده شد. ولی اخبار دولت ترکیه مثلا گرفته چقدر یک کامیون، حالا راست یا دروغه چند بار خبرش من شنیدم، الله اعلم. حالا اینطور اخبار زیاده. خب بعضی اعمال دزدی‌ها خیلی بزرگه، یک کامیون طلا ماشاءالله، خب خیلی پوله، 1 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار، 3 میلیارد دلار مثلا اونجا پول. حالا میگن چند صد میلیارد دلار پول نفت ایران بوده، اصلا گمه که در این زمانایی که دلار نفت قیمتش 120 بشکه بود، 120 دلار بود، اینا پول زیاد به دستشان آمده، اصلا معلوم نیست کجا رفت. الله اعلم. حالا بعضی دزدی ها خیلی بزرگه، بعضی دزدی ها کوچیک. حالا امام علیه السلام حتی اون کوچیکایش رو میگه، حالا اون بزرگا که سر جای خودش. الا ذاک فی اعناقهما، خیلی خوب، این خون مقدار یک مشت خون ریخته بشه، بله یک مقدار مال دزدی بشه و یا سنگ زیر رو بشه، مثلا کسی به کسی ناروا گفت، کسی به کسی سیلی زد، همه اینها گناهان، همه اینها بردوش این دو ملعون، بردوش این دو ملعون. چرا؟ چون خداوند متعال این دین را که فرستاد، با کی فرستاد؟ با رسولش، رسول خدا صادق مصدق امین صلی الله علیه و آله وسلم. این دو نفر رو ایشان را شهید کردن در 63 سالی. شاید رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 20 سال دیگر هم زنده میماند اگر این دوتا با تو دخترشان ایشان را زهر نمیدادن. بعدش هم که وصی ایشان شاه مردان بود، شیر یزدان بود، قوت پروردگار بود، لسان الله ناطق بود، وجه الله بود، ید الله بود، عین الله بود، خزنت و علم الله بود، امام بر رؤوف رحیم بود سلام الله علیه. ایشان را خانه نشین کرد، دختر ایشان صدیقه طاهره سلام الله علیه، سیدت نساء العالمین، که وقتی که در محراب خود برای عبادت می ایستادن، خداوند متعال به ایشان مباهات می کردن و ملائکه می گفتن که این دختر حبیب من هستن که نماز می خوانن. چقدر نورانی، چقدر نورانی. شاهد باشید که من ذریه ایشان را، شیعیان ایشان را، محبین ایشان را از آتش جهنم امان دادم. شیعه همین حدیث را روایت کرده، مخالفین هم روایت کرده. بعدش هم حضرت امام مجتبی علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام. خداوند متعال برنامه سعادت بشر را به دست همچین هستی هایی به عنوان معلم و مجری فرستاده بود. خب اینا برای چی فرستاده بود؟ برای این فرستاده بود که در عالم یک مشت خون نریخته نشه به ناحق. در عالم یک کسی به کسی با سر انگشت به ناحق نزنه. خداوند متعال این دنیا را برای ظلم که نیافریده. برای چی آفریده؟ برای این آفریده که همگی صاحب معرفت بشوند، مردم در معرفت، در ایمان، در برادری، صمیمیت خداوند متعال را عبادت بکنن. و ما خلقت الجن والانس الا ليعرفون. خیلی خوب، حالا عالم چی جوریه؟ چشمتون را باز بکنید. بمب های اتمی ساختن دوستان عزیز، ابر قدرت ها که میگن کره خاکی را میتونه چند بار نابود بکنه. این نامذهبا مگر یک بار نابود کردنش کافی نبود؟
اینقدر زیاد درست کردن احتیاطن که اگر اون بار اولش خراب نشد بار دومش حتما خراب بشه تا کره خاکی را چند مرتبه بتونه اینا نابود بکنه. امراض ساختن، امراضی که بله در طبیعت نبوده، اینها بله ابرقدرت ها و کشورهای پیشرفته با امراض میکروبی خطرناکی ساختن که یک وقتی اگر بخواهند طاعونی بین مردم بیندازن که بله یک کشور را فلج بکنن، یک سرزمین را فلج بکنن. و امروز شما در عالم ببینید که انسان‌های فاسق، انسان‌های فاجر، انسان‌های که از همه مردم می‌دانند که این بله فاجر و فاسق، اونها محترم، مردم هم به اونها احترام می‌کنن. اما انسان‌های بله شریف، گمنام، اصلا نمی‌تونن سرشان را بلند بکنن. اصلا بله می‌دانند که اگر یکم مطرح بشن پدرشان در میاد، لذا خودشان مجبورن در گمنامی زندگی بکنن. خیلی خوب، خب چطور شد که خدا اون برنامه رو فرستاده بود این اجرا نشد؟ خب همین دو ملعون بودن و بینندگان گرام. لذا این است که تمام این ظلم ها بردوش این دو ملعون، بردوش این دو ملعون. روایت بعدی را ملاحظه بفرمایید. حالا روایت بعدی را اگر بخوانم خیلی شیرینه، اما وقت زیاد گرفته میشه، شاید 15-20 دقیقه هم بخوانم. حالا اشکال نداره سریع بخوانم. روایت بعدی در همین کتاب شریف روضه کافی، بله، حدیث ابی بصیر مع المرأه، با عنوان باب حدیث ابی بصیر، روایت میکنن از امام باقر علوم النبیین علیه السلام. جان عالم فدای مولای ما امام باقر علیه السلام، جان عالم فدای مولای ما حضرت امام زین العابدین علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمودن یک روز ان عمر لقی امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه، عمر یک روز امیر المؤمنین علیه السلام را ملاقات کرد. فقال له انت الذي تقرا هذه الايه بايكم المفتون وتعرض بي وبصاحبي. به امیر المؤمنین علیه السلام اعتراض کرد، این ملعون، گفت تو این آیه را میخوانی؟ آیه مبارکه در سوره قلم هست، و انك لعلى خلق عظیم فستبصر ويبصرون بايهم بايكم المفتون، بزودی خواهید دید، فس و تو حبیب ما تو هم خواهید دید، به ایکم المفتون، که چه کسی از شما بله مورد ابتلا قرار گرفته و در مشقت هست و سختی هست. دوستان عزیز، و این آیه خیلی عجیبه، یعنی این روایت ثابت میکند امام باقر علیه السلام که امیر المؤمنین علیه السلام از باب تعریض و کنایه، چون ابو بکر و عمر اینا به خواست خود رسیده بودن، خواست تمنایشان چی بود؟ حکومت. بله با اون توطئه ها و دشمنی هایی که داشتن مکرر میخواستن رسول خدا صلی الله علیه و سلم را شهید بکنن، شهید کردن. بالاخره به حکومت رسیدن. خب و دیگر به کام و مراد دل خود رسیده بودن دیگه. امیر المؤمنین علیه السلام این آیه را در حکومت اونها قرائت میکرد. خب ببینید، من سوره قلم را براتون نشان دادم، خیلی جالبه و خیلی بجا. قلم بود من فکر کنم، بله، فستبصر و یبصرون با ایکم المفتون، شاید اشتباه من فکر کردم این سوره قلم. خب دوستان عزیز، سوره قلم نیست، اینجاست، درست، این سوره قلم، درست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینا دوستان از سوره قلم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انک لعلی خلق عظیم
فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. پس به زودی خواهی دید و مردم هم خواهند دید که چه کسی هست که مورد بله چه کسی هست که مفتون هست. مفتون یعنی کسی که مورد ابتلا هست، کسی که در مشقت هست. و مفتون ایضا معناش چیست؟ مجنون. مجنون اصلا دیوانه، اصلا دیوانه، اصلا دیوانه. خداوند متعال در قرآن کریم کسانی که منافق هستن اینها را مکرر گفته که اینا عقل ندارد. چون انسانی که عاقل باشه خب قیامت حق، عذاب حق، جنت حق انسان عاقل که عذاب را بر سعادت ابدی که انسان بله ترجیح نمیدهد. خب این عقل نداره، انسان منافق، انسان بدکار، تبهکار عقل نداره که میاد جهنم را انتخاب میکنند، بهشت برین اون لذات لا یوسف او را انتخاب نمیکنه. در دنیا هم انسانی که عبادت خدا بکند، گناه نکند، راه فتنه، راه نفاق را پیش نکند، در دنیا هم سرفرازی و سعادت و آرامش خاطر داره. خب فستو بصرو و یبصرون بی ایکم المفتون، اونها به حکومت خود رسیده. امیر المؤمنین علیه السلام با اونها این آیه را در خود عمر میگوید که شما این آیه را در باره من و ابو بکر میخوانی؟ کدام آیه؟ فساتو بصرو و یبصرون بی ایکم المفتون، به زودی خواهید و مردم هم خواهید دید که اون کسی که در مشقت هست، در بلا هست، اون کسی که اصلا دیوانه هست، بله عذاب اخروی را، عذاب ابدی را، اونم چه عذابی؟ عذاب سقر، عذاب تابوت را بر صحبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در فردوس اعلی ترجیح داد. این را شما خواهید دید به زودی. با امیر المؤمنین علیه السلام از باب مثلا نکوهش و این گفت. این آیه را خوانید ملعون. إن عمر لقي عليا مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال له أنت الذي تقرأ هذه الآية بأيكم المفتون وتعرض بي وبصاحبي وشما إن آية رميخني ومنزورة من هستا وأبو بكر. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام در جوابش فرمودا در جواب الملعون أفلا أخبرك بآية نزلت في بني أمية. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قفت خب إن آية درباري تو صاحبته یک آیه در باره رفقای تو در بنی امیه هم آمده، اونا برات بخوانم؟ بله. اون آیه کدام؟ فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. در سوره مبارکه ایک به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اون سوره هست که فهل عسیتم، های این چنین امید کرده اید، ان تولیتم، که اگر شما تولی امور را به دست بگیرید، شما حاکمان مردم بشید، شما حاکم بشید، فرمان روا بشید، ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، که شما در روی زمین فساد بکنید و بله به خاطر قطع رحم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بکنید. اگر حاکم شدید شما اینطوری ظلم بکنید. من این آیه درباره بنی امیه، اون آیه درباره تو رفیقت، این هم در آیه درباره بنی امیه. عمر گفت، فقال، اینجا عمر دیگه ملعون لعنت الله و امیر المؤمنین علیه السلام این نسبت را داد، گفت که بله من چجوری بخوانم دیگه. دوستان عزیز، جان عالم فدای نام امیر المؤمنین علیه السلام، با اون کسی که لسان الله صادق بود. خداوند متعال در قرآن خود سوره مریم فرمود وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علی، شاه مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذو الفقه، جان عالم فدای اون حیبت الهی. امیر المؤمنین علیه السلام در همین کتاب شریف اصول کافی یک بابیه دوستان عزیز که ائمه اطهار علیه السلام تمام کارهایی که کردن به عهد خدا بوده، یعنی خداوند متعال وعده گرفته از ائمه اطهار علیه السلام که فلان موقع میرسد، این واقع پیش میاد، باید فلان کار را انجام بدی. خدایا پروردگارا، تو از امیر المؤمنین علیه السلام چه عهدی گرفتی که چه صبری بکن؟ و این شعر از امیر المؤمنین علیه السلام مروی هست. مررت بلئیم یسبنی مذیت ثم تقلت لا یعنی، از یک کنار انسان پست گذشتم
که به من فحش میداد، به من ناروا میگفت، من ویتو از کنارش گذشتم و گفتم که بله، حالا بله، ثم تقلت لا یعنینی، این حرف او به من نمیرسد، من نمیترم منظور و مراد او باشه. حالا شما دوستان عزیز، اینه عمر بن سحاک. عمر بن سحاک ملعون گفت لعنت الله علیه، لعنت الله علیه، لعنت الله، اللهم لعن سنم قریش و جبتیها و طاغوتیها و افکیها و ابنتیهما اللذین خالفا امرک و انکرا وحیک و جحدا عنامک و عصیا رسولک و قلبا دینک و حرفا کتابک و افسدا بلادك وأضل عبادك، اللهم عذبهما عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين يا رب. گفت كذبته. و امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام گفت كه خدا لعنتش كن، الدروغ ميگوي، الياذ بالله، او لسان خداوند قرآن خود، و جعلنا لهم لسان صدق عليا. و گفت بنو اميه اوصل للرحم منك، بني اميه برای خویشاوندان خود از شما خیلی خیلی مهربانتر هستند، خیلی مهربانتر، بنی امیه خیلی مهربانتر از شما. ولکنک ابیت الا عداوتا لبنی تیم و بنی عدی و بنی امیه، ولکن تو بدت میاد، دشمن داری، کی را؟ بنی تیم را، خاندان عایشه را. این خاندان عایشه دوستان عزیز که یکی از شعرای عرب اختل هست، این اختل اشعاری دارد درباره بنی تیم که خیلی جالبه، یک وقتی براتون بخونم. این درباره زنهای بنی تیم که اینا چقدر خسیسن، بدکار هستند، همین قوم عایشه و ابوبکر بنی تیم، که این شهادت خود بله شعرای عربه که زنهای اینا چقدر بدکاره بودن، زنهای قبیله بنی تیم، همین قبیله ابوبکر، که بله حالا عمر شهادت داد گفت که ولکنک ابیت الا عداوتا لبنی تیم و بنی عدی و بنی امیه، که شما دشمنی دارید، دشمن هستید با بنی امیه و با بنی تیم و بنی عدی، بنی عدی یعنی قوم خود عمر. خب این را امام باقر علیه السلام نقل کرد. خب و تقریر ائمه علیهم الصلاة والسلام از سنن آنها هست، از انواع سنت. پس دشمنی با ابوبکر، عمر، بنی امیه، این اولا خدا در قرآن خود گفته به نص این آیه مبارکه که امیر المؤمنین علیه السلام در باره ابوبکر عمر خواهد نه، فستو بصیرو و یبصیرون به ایتم المفتون. و ثانیا بله سنت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، و ما اقتدا میکنیم به مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام. و این هدیه ما بود در هفته وحدت به جماعت دجالی. شما برید وحدت کنید با هر کسی که میخواید وحدت کنید. ما بله ما کل شما را نمیخواید، شما جماعتی هستید فاسق، شما جماعتی هستید فاجر، شما جماعتی هستید فاسد العقیده، فاسد العمل، دین را، مذهب را وسیله دنیای خود قرار داده اید. ما گول شما را نمیخوریم، ما جان ما فدای نام امیر المؤمنین علیه السلام، ما براءت جزء دین ما، جزء عقیده ما هست، جزء فروع دین ما هست، ما این را ترک نمی کنیم. ما مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام یاد ما نمی کنیم. ما مظلومیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یاد ما نمی رن. ما یادم نمی رود که چه کسی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زهر داد، ایشان شهید از دنیا رفت. البته حسن جوار بله درست، حسن جوار داریم، اما در عین حال که حسن جوار داریم، حسن جوار داریم، اما دوری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه با مشرکین حسن جوار داشت، اما در عین حال عقاید حق را بیان میکرد، آلهه اونها را ابطال میکرد، ما هم حسن جوار را مراعات میکنیم، عقاید حق را بیان میکنیم و بله اتمام حجت را بر خلایق تمامتر میکنیم و بله عذر اونها را باقی نمیگذاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، انت خیر العالمین،
ايام ايام به درک واصل شدن دشمن شما، ایام ایام ولادت برادر بزرگ شما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مولای او. ما هم که حشراتی بیش نیستیم که به درگاه شما دست نیاز دراز کرد. مولای عالم، شما شاه مردانی، شما شاه مردان، خزائن الهی در دست شما هست مولای. شما به لطفتان به کرمتان هرچی که مناسب دیدید مولای ما اگر عطا کردی، ما همیشه مدیون شما بوده ایم هست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم یا حیدر السفدر. جانم فدای نام شما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جان همه ما بینندگانی که شبکه فدای نام شما. اللهم صل على محمد و آل وعجل فرجهم عن سلام عليكم بفرما بزرگوار. سلام عليكم رحمة الله. الله عز وجل نعم.